جابجایی نیروهای ویژه پلیس در دانشگاه کابل. آیت‌های حکومت و طالبان در دومین روز حضور در مسکو نیز دیدار کردند. باید خدا به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنید تا آخر ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. آیت‌های حکومت و طالبان در دومین روز حضور در مسکو نیز دیدار کردند. آیت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دومین روز حضور در مسکو به حضور نمایندگان کشورهای دیگر درباره روند صلح افغانستان رایزنی کردند. اعضای آیت طالبان تاکید می‌ورزند که به ایجاد نظام اسلامی تامین صلح و رسیدن به یک آتش‌بس همیشگی در افغانستان ناممکن خواهد بود. آنان می‌گویند که نظام آینده باید برای مردم پذیرفتنی باشد. خیرالله خیرخواه عضو دفتر سیاسی گروه طالبان گفت یک نظام اسلامی جدید به وجود باید و ما ببینیم در افغانستان و ملت مسلمان افغانستان از آن مستفید شوند. آتش‌بس بعد از حل سیاسی باید بیاید. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان نیز افزود این موضوعات آینده است که در این رابطه تیم‌های مذاکراتی و مردم افغانستان تصمیم را می‌گیرد که در آینده چگونه نظام باشد. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحین ملی می‌گوید که خواست مردم افغانستان همان است که کشورهای عضو نشست مسکو درباره آن موقف گرفتند. ما از این اعلامیه استقبال می‌کنیم چون همه تمرکز آن روی رسیدن به صلح و خواسته‌های مردم افغانستان است، روی تشویش‌های مردم افغانستان است. نشست مسکو، امریکا، روسیه، چین و پاکستان روز گذشته در مسکو برگزار شد. در این نشست آیت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان و همین طور شمار از سیاستگران کشور حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست در پایان روز یک اعلامیه مشترک صادر کردند و در آن تاکید کردند که از بازگشت امارات در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند. در اعلامیه همچنان از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شده است که خشونت‌ها را کاهش دهند و طالبان نیز عملیات بهاریشان را آغاز نکنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت نکته مهم این است که طرف‌ها درک می‌کنند و آماده‌اند که در مورد برقراری صلح توافق کنند. حالا ما با طرف‌های افغانستان در گروه‌های کوچک کار می‌کنیم تا طرف‌های درگیر به درک بهتر از همدیگر برسند. وزارت خارجه افغانستان از موقف شرکت کننده نشست مسکو استقبال کرده است و آن را گام به جلو در راستای رسیدن به صلح مبنی بر خواست مردم افغانستان خوانده است. با این همه در دومین روز حضور آیت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در مسکو دیدارهای در پشت درهای بسته نیز انجام شدند. انتظار می‌رود که در ادامه نشست مسکو استانبول میزبان یک نشست دیگری درباره روند صلح افغانستان باشد. جابجایی نیروهای ویژه پلیس در دانشگاه کابل. دانشگاه کابل امروز با حضور نیروهای ویژه پلیس به خود چهره نظامی گرفته است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روس، گواهان گفتند که دانشگاه کابل امروز با حضور نیروهای ویژه پلیس چهره نظامی به خود گرفته است. برخی از این گواهان همچنان گفتند که ممکن است عملیات در جریان باشد، اما وزارت امور داخله گفته است که نیروهای ویژه پلیس به خاطر تدابیر امنیتی امروز در دانشگاه کابل جابجا شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید که هیچ گونه عملیات نظامی در دانشگاه کابل در جریان نیست. آریان گفته است که نیروهای ویژه پلیس به خاطر تأمین امنیت روز نوروز در دانشگاه کابل که به گفته وی نزدیکترین مرکز جابجا شدند. یادآوری میکنیم که فردا یکشنبه نوروز آغاز سال نو 1400 هجری شمسی است و روزهای یکشنبه و دوشنبه در افغانستان رخصتی عمومی است. خلیلزاد نشست مسکو را دیپلماسی سازنده خوان. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نشست مسکو را دیپلماسی سازنده در راستای حمایت از روند صلح افغانستان عنوان کرده است. با گزارش سپوتنیک، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک سلسله تویت‌هایی گفته است که نشست دروزه در مسکو را پایان رسانیده است. وی گفته است که در این نشست ما آیت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که شامل بسیاری از رهبران برجسته بودند را تشویق کردیم تا برای اشتراک در نشست رهبران در اوایل اپریل در استانبول که مرحله مهم بعدی در روند صلح است آماده شوند. خلیلزاد همچنان از گزینش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و منطقه نیز استقبال کرده است. این در حال است که روسیه میزبان یک نشست توسعه یافته که شامل امریکا، روسیه، چین و پاکستان است در مورد روند صلح افغانستان در مسکو میزبانی کرد. جنگ بزرگ، راه حل خروج نیست.
علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق. امریکا همچنان در حال ارزیابی تعهد خروج کامل نظامیانش از افغانستان بر بنیاد تعهد دو هست. خبرهای زد و نقیص در این باره مخابره می شود و مشخص نیست که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد. بنابراین در حال حاضر تنها می توان به حدس و گمان درباره پیامدهای این تعهد بحث‌برانگیز پرداخت. تعهدی که موجود پیامد آمدن این احساس زودهنگام در طالبان شده که آنان توانستند نیروهای اشغالگر را مجبور به ترک کشور کنند و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کنند. اما هیچ کس نمیتواند از خطر وقوع یک جنگ بزرگ نگران نباشد، خطری که حتی میتواند برای طالبان هم زیانبار باشد. او گفته است که جنگ در افغانستان تجدید میشود و جنگجویان طالبان میتواند شهرهای بزرگ را تهدید کنند، مگر اینکه فشار دیپلماتیک دولت امریکا برای پایان دادن به جنگ 20 ساله در افغانستان نتیجه بدهد. مکنیزی افزوده است اگر ما عقب نشینی کنیم و این توافق با طالبان انجام نشود، من فکر میکنم که دولت افغانستان برای حفظ تصرف شهرها درگیر یک مبارزه سخت خواهد بود. این در حال است که بر اساس توافقنامه صلح طالبان با امریکا قرار است حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا ماه می سال 2021 صرف شود. قبلا هم مقامات آمریکایی درباره وقوع جنگ داخلی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده بودند. طالبان البته پیش از این تلاش کردند تا با اشغال مراکز شهری قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارند و از سوی دیگر یک پایتخت سیاسی مستقل و امن برای برپایی رژیم امارات ایجاد کنند، اما موفق نشدند. به تردید حضور نیروهای خارجی در ناکامی این طالبان مؤثر نبوده است. همان گونه که خروج این نیروها میتواند عزم دیرینه طالبان برای اشغال مراکز شهرهای بزرگ را جسمتر سازد و آن گروه بار دیگر و چه بسا با قدرت بیشتر برای تحقق این هدف برخیزند. اما این تنها عامل نیست که خطر وقوع جنگ بزرگ پس از خروج قوای خارجی را اجتناب ناپذیر می سازد. مسئله مهمتر احساس پیروزی بزرگ طالبان و در نتیجه برانگیخته شدن حرص و از آن گروه برای تصاحب کامل و انحصار قدرت است که ممکن است واکنش دفاعی دیگر اقوام و جریان‌های سیاسی و قومی را برانگیزد، حتی جریان‌هایی که از دولت برهبری اشرفانی دلخوشی ندارند و چه بسا میخوان از رای سازش با طالبان به عمر این دولت پایان دهند. به نظر می رسد اشرف غنی پیش از هر کسی دیگر اساسیت و جدیت این خطر را درک کرده و در حال حاضر سرمایه گذاری روی آن به منظور تضمین و تمدید بقای خود است. دیدارهای اخیر او با عناصر سابقه ناراضی و فرماندهان جهادی پیشین که هرگز روابط خوبی با آنان نداشته نشان می دهد که آقای غنی در نظر دارد فقدان پایگاه اجتماعی خود را قوی تر از طریق ائتلاف با رهبران قومی بسیار محبوب پرنفوذ جبران کنند و یک جبهه قدرتمند مقاومت علیه پروژه بازگشت طالبان به قدرت بر بنیاد منافع و دشمن مشترک با رقبا و مخالفان پیشین خود به وجود آورد. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.